بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دكتور خانومي تماس ميگرفت ميگفت كه دانشجو هستم، وطنم تهرانه، در تهران محل سکونتمه، اما برای دانشگاه آزاد قم، شهر مقدس قم قبول شدم و هفته ای 3 روز من در رفت آمدم، میرم برای دانشگاه و بر میگردم. حالا نسبت به نماز و روزه های خود میپرسید که آیا نمازم چی میشه، روزم چی میشه؟ خب در اینجا ما باید بگیم که شما کثیر السفر هستید، یعنی کسی که فرق نمیکنه حالا برای تحصیل میخواد بره و بیاد یا برای کار میخواد بره و بیاد. بعضی هستن که محل سکونتشون قم هست یا اینکه شهرستان هست، هر روز برای کار میرن تهران و بر میگردن، محل کارشون اصلا تهرانه. یا اینکه شخصی میگه من راننده هستم، مرتب برون شهر، یعنی بیرون از شهر میرم سفر میکنم، مسافر میبرم، مسافر میارم. یا اینکه بعضیا میگن من بازاریابم، برای شرکتم مثلا مشتری جذب میکنم، مجبورم از این شهر به اون شهر برم، شهرهای متعددی را باید سر بزنم و مشتری جذب بکنم. علا کل هر کسی که کمتر از 10 روز به سفر بره، یعنی بین دو سفرش 10 روز فاصله نیفته، 9 روز میفته، 8 روز میفته، هر هفته میره، هر روز میره به سفر و برمیگرده، این کسی رو سفره. پس تا زمانی که بین دو سفر 10 روز فاصله نیفتاده، یعنی در شهرش 10 روز باقی مونده یا بیشتر نمونده، این کسی رو سفره. حالا این دختر خانم میگه من برای تحصیل هر هفته 3 بار برای تحصیل میرم و برمیگردم، اینشون کثیر السفره. نمازش را باید 4 رکعتی بخونه، روزه اش را هم باید بگیره، حتی بین راه اگر پیاده شد خواست نماز بخونه، نماز را باید 4 رکعتی بخونه. حالا سوال میکرد که اگر 10 روز فاصله افتاد چی؟ مثلا با تابستون مواجه شدیم، با تعطیلات مواجه شدیم و بین دو سفر 10 روز یا بیشتر، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه فاصله افتاد. میگیم بله، در این صورت شما اولین سفری که دوباره شروع میکنی برای رفتن به دانشگاه و برای تحصیل، اون سفر اول نماز شکسته است، روزه افطار میشه. بله، سفر دوم که برگشت از دانشگاه، این دوباره شما برمیگردی به عنوان کثیر السفر، چون بعد از این که تابستان، 3 ماه تابستان تعطیلات تمام شد، بین دو سفرتون بیش از 10 روز فاصله افتاد، اولین سفری که میروید حکم مسافر را دارید، نماز شکسته است، روزه افطار میشه، و چون تصمیم دارید باز هم در طول سال هر هفته برید و بیاید، در این صورت عنوان کثیر السفر از سفر دوم که همون برگشت از دانشگاه به خانه هست، این عنوان کثیر السفر دوباره پیدا میکنید و نمازتون 4 رکعتیه و روزتون را هم باید بگیرید اگر ماه رمضان باشه. همین خانم سوال میکرد خب اگر من احیانا رفتم برای مشهد برای زیارت، اونجا قصد 10 روزم ندارم، 1 هفته میخوام اونجا برای زیارت برم و برگردم، بازم من عنوان کثیر السفر رو دارم؟ میگیم نه، اینجور نیست. شما سفرهایی که برای تحصیله، سفرهای شغلی، اون کثیر السفر هستید و نماز 4 رکعتیه و روزه خواهید شد. اما اگر یک سفر سیاحتی برای گردش یا برای زیارت به جای دیگر رفتید، اون سفر سفر شغلی نیست، سفر تحصیلی نیست، اونجا مسافرید و نماز شکسته است و روزه افطار میشه. بریم سراغ سوالهای بینندگان عزیز که سوالهایی فرستادن. مثلا آقای فخارپور از اینستاگرام، ذراتی در آب دهان بعد از جارو زدن و گردگیری که غبار غلیظ نداره دیده میشه، آیا برای روزه ایجاد مشکل میکنه؟ بله،
اگر احساس بکنید گرد و غباری وارد دهان شد، یا اینهایی که در جایی هستن کارشون این اقتضا رو داره، مثلا نانواس آرتو میریزه برای اینکه خمیر بکنه، این آرت به هوا برخواسته و مثلا وارد دهان شده، اگر دهانش بازه که ما میگیم حتما روزداران یه دستمالی یه ماسکی بزنن که این آرت یا این گرد و غبار وارد دهانشون نشه. اگر هم یا حتی قنادی ها هم سوال میکنن، میگن ما قنادی هستیم مثلا گونی شکر رو خالی میکنیم، این گونی شکر رو مثلا گرد و غباری مثلا از او بر میخیزه و خلاصه وارد دهان میشه و احساس شیرینی میکنیم توی دهان، یا احساس آرد را میکنیم که در دهان وارد شده، یا اون گرد و غبار ذرات گرد و غبار را در دهانمون روی زبانمون احساس میکنیم، این باید بلافاصله آب دهان بیرون بندازه و این مضر برای روزه خواهد بود. پس فرق نمیکنه غذا باشه وارد دهان بشه، یا اینکه گرد و غبار باشه، خاک باشه، آرد باشه، شکر باشه، هر چیزی که وارد دهان باشه، حتی یعنی خوراکی هم نباشه، همین که مثال زدیم خاک مثلا گرد و غبار و خاکی که ایشون الان مثال زده، این الان خوراکی نیست اما وارد دهان شده، میگه ذراتی را روی زبانم احساس میکنم، این بلافاصله باید آب دهان بیرون بندازه و الا اگر عمدن ببلعه با روزش مشکل ایجاد میکنه و روزه باطل میشه. آقای جباری از فیسبوک: شخصی مدتی غسل جنابت خود را باطل انجام داده است، روزهای او چه حکمی دارد؟ آقای جباری، باید بهشون بگیم که شما الان بیننده هستید و میبینید برنامه را، ما میخوایم بگیم که حضرت آقا، حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی حفظه الله تعالی، در زمینه غسل خیلی کار را آسان میدانن و اون اینه که اگر انسان زیر دوش غسل میکنه، همین که تمام بدن خیس بشه غسل تمامه، نیازی به ترتیب بین کف و راست و دست کشیدن و اینها نیست. لذا بعضی میگن که ما غسلمون رو باطل انجام میدادیم. خب اگر غسل شما زیر دوشه، به مجرد اینکه آب به تمام بدن برسه، از بالا از سر و گردن و بدن تمام تا پا آب بیاد پایین، از دوش و بدن خیس بشه، جایی از بدن خشک نمانه، این غسل تحقق پیدا کرده، غسل شما شده، دیگه نیازی به اینکه ترتیب مراعات کردن، دست مالیدن بر بدن نیست. لذا بعضی ها مینیم خیلی مثلا طولش میدن، میخواد یک غسل بکنه طولش میده، توی نیت میگه بر زبانم میارم که غسل جنابت میکنم یا غسل جمعه میکنم قربتن الالله، نیت کردن هم نیاز نداره، حتی بر زبان جاری کردن نیت هم لازم نیست، همین که میدونی داری چی کار میکنی، این کارت از روی قصد و آگاهیه کفایت میکنه. یعنی اگه کسی از شما سوال کنه که داری چی کار میکنی، میگی دارم غسل جمعه انجام میدم، دارم غسل جنابت انجام میدم، همین کفایت میکنه. پس شما قصد داری، نیت داری، نیازی نیست که زیر دوش خودتو معطل بکنی برای اینکه بر زبان جاری کنی که من غسل میکنم، غسل جنابت، قربتن الالله، نه نیازی نیست. این یک از جهت نیت. دیگر اینکه بعضیا خیلی طول میدن زیر دوش و برای غسل کردن، اینکه به تمام بدن دست میکشن یا اینکه مراقبن داخل بینی، داخل گوش، اینها نیازی نیست. داخل بینی و داخل گوش و داخل چشم و اینها نیازی نیست آب داخل کنه. بنابراین همین ظاهر بدن زیر دوش که قرار گرفت و ظاهر بدن خیس شد، آب به همه جا رسید، این غسل شده و دیگه نیازی بیش از این نیست. حالا ایشون گفته من غسل جنابت انجام دادم باطل بوده، مگه این که بگیم ها غسل ایشون با ظرف آب بوده مثلا، فرض کنید آره، اگر با ظرف آب باشه باید اینجا غسل ترتیبی باشه، یعنی این که به اصطلاح اول سر را بشوره، بعد گردن، سر و گردن که تمام شد طرف راست بدن، بعد طرف چپ بدن، اینها را انجام بده و اگر آب به همه جا رسیده غسل درست خواهد بود. پس ایشون که میگه باطل بوده، من نمیدونم منظورشون چیه، اگر غسلشون زیر دوش بوده و تمام بدن خیس شده، این غسلشون صحیحه، اگر با ظرف آب بوده و سر و گردنشون سن بعد سمت راست بعد سمت چپ، بازم مشکل حل و مشکلی برای روزه هاشون نیست. حالا حتی اگه فرض کنیم
فرض کنیم این روزش باطل بوده و این آقا روزه گرفته، میگیم بله روزه هاتون درسته و صحیحه و این ضرری به روزه شما نمیزنه، به خاطر اینکه آنچه که ضرر میزنه به روزه اینه که انسان عمدن بدونه که جنوب هست و غسل نکنه و عمدن بماند تا اذان فجر، آن وقت روزه مشکل پیدا میکنه. اما اگر عمدن نباشه، رفته غسل کرده، نمیدانسته که این باطله، این تعمدی نداشته، بنابراین عمدن بر جنابت باقی نمونده، بنابراین روزش صحیحه و از جهت روزه مشکلی نخواهد داشت. آقای امجدی از یوتیوب در صورت عدم اقامه شهود بر رؤیت هلال به دلیل ابری بودن آسمان یا عوامل دیگر، اگر متخصصین رؤیت هلال نظر قطعی به قابل رؤیت بودن آن دادن، حکم مسئله چگونه می شود؟ بله ببینید، اگر انسان خودش ببینه مشکل حل دیگه، یقین پیدا میکنه هلال دیده شد. اگر خودش ندید، دو نفر شاهد عادل شهادت بدن، باز هم ثابت بشه، مشکل حل. حالا ایشون میفرماید در اثر اینکه هوا ابریه زمستونه، هوا ابریه شهود عادل پیدا نشدن که شهادت بدن. خب اما متخصصین، مراجعه میکنیم به متخصصین، اونهایی که اصحاب نجومن و اونهایی که هلال را رصد میکنند، اینا اهل خبره هستند. بله اگر اهل خبره با هم اتفاق نظر داشته باشند، کفایت میکنه برای ما، ثابت میکنه که هلال رؤیت شده. ولو اینجا الان رؤیت نشده، اطراف یعنی شهرهای اطرافی که با شهر ما هم افق هستند، اگر این اهل خبره خبر بدن که در شهرهای دیگر قابل رؤیت هست، یا اینکه نه حتی در شهرتون اگر ابر نبود شما با چشم غیر مسلح هلال را میدیدید و میبینیم اهل خبره هم اتفاق نظر دارن، یکی دوتا هم نیستن، دارن میگن که هلال دیده میشه و قابل رؤیت هست، بنابراین اگر اطمینان از گفته اینا حاصل بشه هلال ثابته و مشکلی نخواهد داشت. لذا مراجع تقلید در زمان رؤیت هلال هیئات استحلال را میفرستن به شهرهای مختلف، شهرهای مجاور، و از همه جا تماس دارن، تماس میگیرن تا اینکه براشون ثابت بشه که آیا هلال رؤیت شده یا نشده. لذا اگر شما به مرجع تقلیدت زنگ بزنی یا اینکه به طوری از یه راهی بتونی کسب اطلاع بکنی که نظر مرجع تقلیدتون چیه، این بهتر باشه. یعنی اینکه چون مرجع تقلید گروه های زیادی را برای استحلال میفرسته و اخبار گوناگون از اطراف دنیا براش میرسه، تماس میگیرن و خبر میارن، بنابراین خوبه که با مرجع تقلیدتون تماس بگیرید و از ایشون بپرسید، از اطرافیانی که اطلاع دارن خبر بگیرید، اینجوری خاطر جمع تره. کاربری از فیسبوک: شخصی با آب نجس یا مضاف غسل کرده و بعد از چند روز متوجه شده، آیا نماز و روزه های او صحیح است؟ ببینید میگه شخصی با آب نجس، مثلا حالا چطور آب نجس بوده، حالا اینا باید ثابت بشه، چون بعضی به اندک چیزی میگن آب نجس شده، نه این نجس نیست. حالا بر فرض ما بگیم که این آب نجس بوده، این آب مضاف بوده، مضاف بودن هم آخه حرف هست که چطور مضاف بوده، یعنی شما با یک آب گلالود مثلا غسل میکردی؟ این آب چی بوده که مضاف شده؟ آیا با آبی که پر از کف صابون و مثلا مایع صابون اینها بوده غسل میکردی؟ کسی چنین کاری نمیکنه. پس بنابراین ما میخوایم در اصل این مطلب شک کنیم که آب اولا نجس نبوده، مضاف نبوده. حالا برفرض بگیم که آقا نه این واقعا مضاف بوده، در وان حمامی که پر از مایع صابون و نمیدونم کف صابون اینها بوده، این آقا غسل میکرده، با آب مضاف غسل کرده، حرفی نیست، غسلش باطله.
خب نماز و روزه چی میشه؟ میگیم از جهت روزه مشکل حله، مشکلی نداره. چرا؟ چون این اطلاعی نداشته، لذا تعمد بقاء بر جنابت نداشته، عمدن بر جنابت خودش باقی نمونده، این رفته غسل کرده اما نمیدونسته که با آب مضاف مثلا غسل صحیح نیست، پس بنابر این نسبت به روزه مشکل ایجاد نمیشه. اما نمازش را باید قضا کنه، یعنی نمازش را که با یک غسل باطل خونده و این معلوم میشه که هنوز جنب بوده و طهارت حاصل نشده، بنابر این نمازی که خونده با طهارت نبوده، دوباره غسل را صحیح انجام بده و نمازهایی که خونده با این غسل اعاده کنه و قضا کنه. کاربری از فیسبوک: اصطلاح اماله کردن با چیز روان که در قسمت مبتلات روزه آمده است به چه معناست؟ اماله کردن یا حقنه کردن یا تنقیه یا به تعبیر دیگر شیاف، یعنی اینکه انسان دارویی را از راه مخرج وارد روده کنه، از پشت دارویی را وارد روده بکنه، این باعث بطلان روزه میشه. یکی از مبتلات روزه که روزه را باطل میکنه همینه، که انسان حالا در اثر این که بیماره و نیاز به دارو داره و دارو باید مثلا از راه مقعد وارد روده بشه، برای این که حالا بعضی ها مثلا میگن که ما در اثر یبوست نیاز هست که دارویی را وارد کنیم تا این که معده کار کنه، این روزه رو باطل میکنه. اگر اون دارو مایع باشه، این خیلی مهمه، مایع باشه یعنی دارو روان باشه، مثل آب مثلا، آب یا اینکه روغن مثلا، روغن زیتون، روغن مایعی که دیگر روغن ها هست که جاری میشه روی زمین، اگر روی زمین شیبدار رهاش کنید جاری میشه، این را میگن روان. با داروی روان اگر این کار را بکنه روزه را باطل میکنه، بنابراین در اثناء روز نباید این کار را کرد. اگر جامد هست از جامد استفاده بکنه، مثلا شخصی میگفت من در اثر این که حرارت تبم، درجه حرارت بدنم بالا رفته، از شیاف جامد که کپسول مانند هست استفاده میکنم، این اشکالی نداره. کپسول اگر باشه، جامد اگر باشه، لطمه‌ای به روزه نمیزنه. پس استفاده کردن از اماله، حقنه، تنقیه، شیاف اگر جامد باشه اون دارو، یعنی روان نباشه، ضرری به روزه نمیزنه. اما اگر روان باشه، همینی که مثلا این شخص میگفت یبوست دارم، من با شلنگ مثلا آب را با فشار داخل روده میکردم برای اینکه بتونم راحت مزاجم کار کنه، خب در این صورت این روزه را باطل میکنه. فرق نمیکنه چه انسان ضرورت داشته باشه براش این کار یا ضرورت نداشته باشه. آخه بعضی میگه بر من ضرورت داره، خب اگر ضرورت داشته باشم این روزه رو باطل میکنه، بنابراین این کار را بگذارن برای سحر و افطار، هنگام شب این کار را انجام بدن. حالا اگر هم ضرورتی در وسط روز پیدا شد، در اثر مثلا اینکه در روز پیدا شد و نیاز بود که از این داروی روان استفاده بکنه، حالا چه آب باشه چه روغن باشه، این روزه رو باطل میکنه. بله، فقط قضا داره فقط قضا داره، یعنی اینکه کفاره نداره. اگر ضرورت داشته باشه برای او قضا داره و بعداً باید این یک روز را قضا کنه. اما یک شخصی سوال میکرد، خب من نمیدونستم، من این مدت زمانی در ماه رمضان در اثر اینکه یبوست پیدا میکردم این کار را انجام میدادم، آب را از راه پشت مثلا وارد روده میکردم تا اینکه مزاجم کار کنه. خب میگیم در این صورت اگر این ندانستن شما از روی جهل قصوری باشه، یعنی جاهل قاصر بودید، یعنی اصلا غافل بودید که این حکمی داره، ممکنه لطمه‌ای به روزه بزنه، اصلا سوال برات مطرح نبود و نرفتی سوال کنی، در این صورت روزت اصلا صحیحه و قضا نداره. اما کسی که احتمال این میداد که سوالی اینجا براش مطرح شد که مبادا این روزه رو باطل بکنه، با این حال سهلنگاری کرد و نرفت سوال بکنه، این جاهل مقصره و این روزه به گردنش هست و باید قضا بکنه.
یه خانمی هم سوال میکرد، اینم خیلی مهمه، که من دکتر رفتم و دکتر دارویی به من داده که برای ضد عفونی کردن دهانه رحم و محبل مجبورم که از جلو استفاده بکنم، آیا این روزه رو باطل میکنه؟ میگیم خیر، این حکم اماله کردن اپش رو نداره، از مقعد رو نداره، بنابراین استفاده از این دارو اشکالی نداره. یا یک خانم دیگری سوال میکرد که ما دارو رو در آب حل میکنیم در تش و در تش میشینیم برای اینکه این وارد دهانه رحم بشه و اونجا ضد عفونی بشه، یا اینکه بیماری داره، التهابی داره، این معالجه بکنه، این اشکالی نداره و این روزه رو باطل نمیکنه حتی اگر در روز باشه. آقای شریفی سوال هم است که پشت سر هم داره میاد و ظاهرن که ما زیاد داریم توضیح میدیم. آقای شریفی از فیسبوک، آیا شنا کردن روزدار روزه رو بله آیا شنا کردن روزه رو باطل میکنه؟ انسان روزدار میتونه شنا بکنه؟ میگیم بله میتونه شنا بکنه، یعنی این که بره توی آب تا گردن هم بره زیر آب اشکالی نداره، فقط مهم اینه که سر زیر آب فرو نره. حالا با دستش آب را برداره روی سر هم بریزه یا با ظرفی آب برداره روی سر هم بریزه سر را هم خیس بکنه اشکالی نداره، اما شیرجه رفتن توی آب یا اینکه یه کاری بکنه که سر زیر آب بره اون روزه رو باطل میکنه. بنابراین شنا کردن در روز که انسان روزه هست مانعی نداره، اشکالی نداره، مادامی که چیزی وارد حلقش نشه، بلعیده نشه از راه دهان، از راه بینی آب بلعیده نشه و مواظب باشه و جلوگیری کنه. و یکی هم این که سر زیر آب، کل سر زیر آب فرو نره، این مشکلی برای او ایجاد نمیکنه. آنچه که روزه را باطل میکنه همین سر زیر آب بردنه، فرو بردنه، این روزه را باطل میکنه. یعنی ممکنه کسی کنار حوض، بیرون حوض ایستاده باشه، تمام بدنش خشک باشه، اما دلا بشه این سر را زیر آب ببره، کل سر که زیر آب بره روزه را باطل میکنه. پس ملاک فقط سر هست که نباید زیر آب بره. کاربری از اینستاگرام، آیا شخص بیمار به مقدار خوردن قرص میتواند آب بخورد؟ خیر، اگرم بخوره روزه رو باطل میکنه. ما قبلا گفتیم حتی اگر قرص را به تنهایی ببلعه، بعضی میگه من قرص را تنهایی میبلعم و نیازی به آب خوردن هم ندارم، میگیم بازم روزه رو باطل میکنه. حالا اگر ضرورت نداشته باشه نباید این کار را بکنه، بگذره برای افطار و سحر. اگرم ضرورت داشته باشه و این قرص را ببلعه، حتی بدون آبم ببلعه یا با آب ببلعه، این روزه رو باطل میکنه و بعدن که خوب شد قضاشو به جا بیاره. اگه بیماریش هم ادامه پیدا کرد تا سال آینده که این باید فقط برای هر روز یک فدیه، یعنی 750 گرم غذا یا پول آن را به فقیر بده، کفایت میکنه و دیگه غذا نخواهد داشت. کاربری از فیسبوک، کسی که از سفر بر میگردد و قبل از ظهر به حد ترخص وطن میرسد، آیا روزه آن روز برایش واجب است؟ بله، کسی که از سفر برگشته و چیزی هم نخورده، افطار نکرده و برسه به حد ترخص شهرش. حد ترخص شهر یعنی چی؟ یعنی خانه های مسکونی شهر رو ببینه. اینجوری حد ترخص اینه، یعنی به مرز شهر برسه، به جوری که خانه هایی که اگر یک طبقه یا دو طبقه خانه باشه از دور اینها رو ببینه، نه مناره ها و گنبد و بارگاه و برج های مثلا ساختمان های بلند مرتبه، نه اینا منظور نیست. اگر خانه هایی که در حدود یک طبقه دو طبقه باشه و زمین فرض کنید هموار باشه، این خانه ها رو میبینه، این به حد ترخص شهر رسیده و باید اونجا نیت کنه و روزه اش را بگیره، اگر در سفر چیزی نخورده باشه. اما اگر در سفر چیزی خورده که دیگه باطل شده و در شهرش میتونه افطار کنه، مانعی نیست، گرچه احتیاط استحبابی اینه که امساک بکنه، چیزی نخوره، حرمت ماه رمضان را نگه داره، خوبه، اما واجب نیست، اما اون روز را قضا باید بکنه. بله، اگر فرصت داشته باشیم، کاربری از فیسبوک،
خلبان هستم، قانون به من اجازه نمیدهد در حال گرسنگی پرواز داشته باشم و باید قبل از پرواز غذایی بخورم، تکلیفم نسبت به روزه چیست؟ بله، خب اینجا این حکم همون اشخاصی داره که میگه من نمیتونم کارم را رها بکنم و نمیتونم هم روزه بگیرم در حین کار، مثل کارگرهایی که توی گرما کار میکنن. خب حالا ایشون میگه من نه، کارم در جای گرم نیست، نیازیم به قضا ندارم، اما کارم شغلم جوریه که اقتضا میکنه که من باید قضا بخورم. قبل از پرواز خلبانم، کاپیتانم، و قانون بین المللی اینه که کاپیتان قبل از اینکه پرواز باید حتما چیزی بخوره، غذایی بخوره، با حالت گرسنگی حق پرواز نداره برای هواپیماهایی که به خصوص برای مسافرهای بین شهری و بین کشورها هست، یعنی اینکه مردم را جابجا میکنه، حالا نظامی نیست، حالا دیدم قانون هواپیمای نظامی چگونه است، اما علی کل ایشون میگه قانون ما اینه که باید غذایی قبل از پرواز بخوریم. خب به ایشون میگیم شما اگر بتونی کار را تعطیل کن، ماه رمضان را روزه بگیر، ماه رمضان روزش واجبه، اگر شما بتونی کار را تعطیل بکنی، صدمه ای هم به شما وارد نشه و از نظر امرار و معاش هم با مشکل مواجه نشی، یا اگر با مسئله امرار و معاش هم مواجه بشی، میتونی قرض بکنی و خرج بکنی و بعداً قضا تو ادا بکنی، این کار را باید بکنی، چون روزه واجب هست و مقدمه بر این هاست، پس بنابراین این کار را باید بکنی. اما اگر بگوید نه، من از نظر خرج و مخارج نمیتونم به اصطلاح قرض بکنم و بعد هم نمیتونم جوابگو باشم، مجبورم کار کنم، خب در این، یا اینکه نه مجبورم نیستم کار کنم، الحمدلله درآمدم خوبه و دارم پس انداز میتونم استفاده کنم، اما متاسفانه با کمبود خلبان مواجهیم و کسی هم نیست که جای خودم بگذارم، مجبورم در این کار را انجام بدم و این کار را بکنم و پرواز انجام بدم، خب در این صورت ایشون افطار میکنه و روزشو بعدن میتونه قضا کنه. البته اگر بتونه بعد اذان صبح، بعد طلوع فجر، به مقدار 22 کیلومتر از شهر بره بیرون، مسافرتی انجام بده، افطار کنه، برگرده، این خیلی خوبه، یعنی دیگه این آقا مسافره و مشکلش حل و مشکلش حل میشه. نگید حالا این خب کثیر السفره، این مرتب پرواز داره، میره و میاد، خب کثیر السفر باشه، کسی رو سفر باید روزه بگیره و نمازش هم 4 رکعتی بخونه. خب این سفر 22 کیلومتری که میگیم بره بیرون و برگرده، این دیگه جزء سفرهای شغلیش نیست، این جزء سفرهای شغلی نیست، پس میتونه بره و افطار کنه و برگرده دیگه. تو این سفر 22 کیلومتری واجب نیست روزه‌اش رو نگه داره، پس میتونه افطار کنه، برگرده و به پروازش بره، غذاشو بخوره و پروازو انجام بده. اما اگه بگه نه، این رفتن 22 کیلومتر هم بر من مقدور نیست، خب اشکال نه، وسیله ای ندارم و مقدور نیست، حرفی نیست، کار رو معذرت میخوام، روزش رو میخوره و بعدن قضاشو به جا میاره، کفاره ای هم نداره. این همون حکم اون شخصی که میگه من غریق نجاتم و مجبورم وایسم سر کارم و نمیتونم کار رو تعطیل بکنم، کار رو تعطیل کنم، کسی نیست جای خودم باشه و نجات مردم خلاصه در گروه کار ماست، بنابراین اونم گفتیم افطار میکنه و روزش رو بعدن به قضا کنه. کاربری از اینستاگرام، منظور از فضای دهان چیز و حد آن کدام است؟ حد دهان، فضای دهان مشخصه، اون فضایی است که زبان در آن هست، دندان در آن هست، اما حد و حدودش، بله حد و حدودش اینه که از این لبانی که روی هم میاد، لبی که روی هم به صورت طبیعی روی هم میاد، این حد ابتدای دهانه و انتهای فضای دهان اون مخرج حرف خاء. شما خ را که تلفظ میکنید، این آخره، اول حلقه، به اصطلاح آخر فضای دهانه و اول حلق هست، بنابراین این محدوده، باید مواظب باشیم اگر چیزی فضای داخل این فضای دهان قرار گرفت، بیرون بندازیم و بلعیده نشه. کاربری از یوتیوب، کسی که ساکن قم است و قم وطن اون نیست و برای سرکشی به خانواده اش هفته 1 روز به تهران می رود،
خب نماز و روزه او در این دو شهر چه حکمی داره؟ خب اگر ایشون خانهش و خانوادهش تهرانن، خب تهران وطنشه، حرفی نیست، اون نمازش اونجا چهار رکعتی و روزش رو میگیره. اما میگه در قم هم ساکنم. چطور ساکن قم؟ لابد محل کارش اونجاست، یا فرض کنید محل تحصیلش اینجاست. مثل این دانشجوهایی که میگن ما خوابگاه اونجا داریم، حجره داریم، خوابگاه داریم، اونجا میمونیم، ساکن میشیم یک هفته مثلا، اینکه اونجا هستیم. خب این هم اگر صدق وطن بکنه، یعنی بگن که این بچه این شهر شده، این دیگه اینجا قصد وطن کرده و اینکه اینجا را برای 4 سال تحصیل میخواد تحصیل بکنه، بره و بیاد و اینجا را اصلا محل زندگی خودش میدانه، در این صورت دو وطنه میشه. و اگر این رفت و آمدش بین دو سفرش 10 روز کمتر باشه، 10 روز فاصله نیفته، این کثیر السفر، هم نمازش باید 4 رکعتی بخونه، هم روزه‌اش را باید بگیره. بله اگر به تعطیلی خورد در تهران باقی مون، 1 ماه 2 ماه 3 ماه تابستون مون، بعد از اون اولین سفری که میاد به طرف قم، نماز شکسته است و روزش افطار میشه. سفر دوم که از قم برمیگرده به تهران، دوباره عنوان کثیر السفر بر او منطبقه و نماز را باید 4 رکعتی بخونه و روزش را باید بگیره. والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.